عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب. سلام به شما، شما بخیر. زنده باشید. جناب اسماعیلی، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته. تحلیل شما را در این زمینه میشنویم. بفرمایید. خدمت شما عرض شود که پدیده مهاجرت یک پدیده جهانی است که از همه مردم دنیا را شامل میشن و در سراسر دنیا این اتفاق میفته و صدها سال از بعد به پیدایش آنهای عطری بالاخره همین پدیده مهاجرت وجود داشته و این پدیده همچنان ادامه دارد و دلایل مختلف داشته، بالاخره علتهای مختلفی داشته، عوامل مختلفی داشته در کشور. اما پدیده مهاجرت در افغانستان متاسفانه در نیم قرن اخیر یک پدیده بودن که جبران اتفاق افتاده و دلیلش هم وجود جنگ های متعدد در سالهای پسین بوده. اما در این اواخر که تعداد مهاجرین افغانستان زیاد شده و گسترش پیدا کردن و مجبور شدن که خانه و پاشانه و وطنشان رو ترک بکنن و از راه های سال خطرناک خودشان را به جاهای امن برسانن، دلیلش همین موجودیت جنگ ها بودن، مخصوصا بعد از اینکه در آگست 2021 طالبان دوباره به قدرت رسیدن و زندگی را بر مردم افغانستان سخت کردن و مردم را از زندگی محروم کردن و فعلا افغانستان تبدیل شده به یک زندان روباز بسیار بزرگ در جهان و مردم ناچارن به خاطر که از این زندان رهایی پیدا بکنن و بتونن برای خود و برای آیندهشان یک امید را خلق بکنن و بتونن چند روزی را زندگی کنن، مجبور میشن که کشور را سر و سامان ترک بکنن و این مسئله باعث شده که در مسیرهای مختلف چون از راه های غیر قانونی و بسیار دشوار گذر اینها میخواهند خود را به کشورهای امن برسانن دچار تلفات بسیار سنگین شدن که ما شاهدشان در همه مرزهای چه مرزهای اروپایی و چه مرزهای کشورهای همسایه ما شاهدشان هستیم و این اتفاق متاسفانه بعد از روی کار آمدن طالبان چندین برابر شده است. بله، ممنونم. با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.